از میلیون ها و میلیاردها سال پیش زمین با تهدید شهاب سنگ ها مواجه بوده است. گاهی اوقات اندازه این شهاب ها به قدری بزرگ بوده که باعث تغییرات عمده در پوسته زمین شده و حیات گونه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه می خواهیم به سه موضوع بپردازیم. 1. وقتی یک شهاب سنگ به زمین برخورد می کند چه اتفاقی می افتد؟ 2. معرفی 10 تا از بزرگترین برخوردهای شهاب سنگ در طول تاریخ زمین. 3. بزرگترین شهاب سنگی که تاکنون به ایران برخورد کرده است. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم که اون رو سابسکرایب کرده و ممنون میشیم در صورت مفید بودن ویدیو جهت حمایت از ما اون رو لایک کنید. وقتی یک شهاب سنگ به زمین برخورد میکند چه اتفاقی میافتد؟ این موضوع تا حد زیادی به اندازه شهاب سنگ بستگی دارد. آنهایی که کوچکتر هستند به قطر کمتر از 1 کیلومتر در جو میسوزند و گاهی هم منفجر میشوند. این شهاب سنگ ها در هنگام سوختن از خودشان یک رد نورانی به جا میگذارند و در آسمان شب به راحتی دیده میشوند. اما شهاب سنگ های بزرگتر میتوانند یک خطر جدی محسوب شوند. برای مثال یک شهاب سنگ به قطر 10 کیلومتر اگر به زمین برخورد کند تأثیرات شدیدی روی کل سیاره خواهد گذاشت و حیات همه موجودات زنده را به خطر خواهد انداخت و فرقی نمی کند که چنین شهاب سنگی داخل دریا سقوط کند یا روی خشکی، چون در هر صورت شاهد یک اتفاق بزرگ خواهیم بود. اگر این شهاب سنگ به خشکی برخورد کند یک چاله بسیار بزرگ به قطر بیش از 10 کیلومتر ایجاد خواهد کرد و حجم زیادی از سنگ‌های داغ و خاک را به هوا می‌فرستد و اگر به دریا موج حاصل از برخورد این شهاب سنگ به زمین باعث می شود تا درختان یا ساختمان هایی که در شعاع چند کیلومتری وجود دارند به کلی از بین بروند و تخریب شوند. در اثر برخورد این سنگ با زمین مواد بسیار داغ تا کیلومترها پرتاب می شوند و آتش سوزی های گسترده ای را به وجود می آورند. اما این همه ماجرا نخواهد بود. در اثر این برخورد خاک و دود از سطح زمین به هوا بلند می شود و یک لایه غلیظ در اتمسفر ایجاد می کند که مانع از عبور نور خورشید خواهد شد. این قضیه منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی شده و در نهایت با نابودی زنجیره غذایی بخش زیادی از موجودات کره زمین منقرض می‌شوند. یعنی شبیه اتفاقی که منجر به انقراض دایناسورها در 65 میلیون سال پیش شد. 10 تا از بزرگترین برخوردهای شهاب سنگ در طول تاریخ زمین. دهانه ورت فورت. دهانه برد فورد در اثر برخورد یک شهاب سنگ به قطر 300 کیلومتر در حدود 2 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. این دهانه در ایالت آزاد کشور آفریقای جنوبی واقع شده و نام آن از روی شهر برد فورد که در نزدیکی مرکز دهانه جای گرفته انتخاب شده است. دهانه چیک سالوب. دهانه چیک سالوب به قطر 180 کیلومتر مربوط به 66 میلیون سال پیش می شود. مرکز این دهانه در نزدیکی شهر چیک سالوب شبه جزیره یوکاتان در کشور مکزیک واقع شده است. شهاب سنگی که باعث به وجود آمدن این دهانه شده به عنوان اصلی ترین عامل انقراض دایناسورها شناخته می شود. دهانه سادبری. دهانه سادبری در اثر سومین برخورد بزرگ شهاب سنگی به وجود آمده و یکی از قدیمی ترین ها به شمار می رود. عمر این دهانه به 1.8 میلیارد سال پیش می رسد و قطر آن 130 کیلومتر است. این دهانه در شهر سادبری در ایالت اونتاریو در کشور کانادا واقع شده است. دهانه پوپیگای. چهارمین برخورد بزرگ شهاب سنگ در طول تاریخ زمین در سیبری روسیه اتفاق افتاده و در اثر این برخورد دهانه‌ای به نام پوپیگای شکل گرفته که 100 کیلومتر قطر دارد و عمر آن به 35 میلیون سال پیش باز می‌گردد. جالب است بدانید که در اثر این برخورد و افزایش دما و فشار، گرافیت موجود در این منطقه به تکه‌های ریز الماس تبدیل شده است. به همین خاطر دهانه پوپیگای همواره مورد توجه سودجویان نیز می‌باشد. دریاچه مانیکواگان. مانیکواگان نام دریاچه‌ای در شهر کوئبک در کانادا است که حدود 100 کیلومتر قطر دارد و در اثر برخورد شهاب سنگی در 215 میلیون سال پیش به وجود آمده است. این دریاچه و جزیره مرکزی آن به خاطر شکلی که در عکس‌های هوایی دارند تا سالها به عنوان چشم کپ شناخته می‌شدند. دهانه آکرامان.
دریاچه آکرامان که در استرالیای جنوبی واقع شده، قطری حدود 20 کیلومتر دارد، اما زمینشناسان حدس می‌زنند که برخورد شهاب سنگ در این منطقه دهانه‌ای به قطر 90 کیلومتر ایجاد کرده که به مرور زمان فرسوده شده و حالا فقط یک دریاچه کوچک از آن باقی مانده است. این برخورد مربوط به 580 میلیون سال قبل می‌شود. دهانه موروکوینگ. دهانه موروکوینگ در صحرای کالاهاری آفریقای جنوبی و در شهر موروکوینگ قرار دارد. این دهانه که 145 میلیون سال پیش به وجود آمده، 70 کیلومتر قطر دارد. در سال 2006 گروهی از دانشمندان با رفتن به این مکان موفق به کشف تکه‌هایی از شهاب سنگ در عمق 770 متری زمین شدند. بزرگترین تکه از این شهاب سنگ 25 سانتی متر قطر داشت و باعث شگفتی دانشمندان شد، چون معمولا شهاب سنگ ها پس از برخورد با زمین در اثر انرژی آزاد شده کاملا تبخیر می شوند و اثری از آنها باقی نمی ماند. دهانه کارا. کارا نام یکی دیگر از دهانه های برخوردی در شبه جزیره یوگورسکای در منطقه ننتسیا واقع در کشور روسیه است. از کارا می توان به عنوان یکی از فرسوده ترین دهانه های شهاب سنگی یاد کرد، چون تقریبا هیچ اثر ظاهری از آن باقی نمانده و فقط از طریق مواد معدنی خاصی که در این ناحیه پیدا شده می توان به وجود این دهانه پی برد. دهانه بیور هد. این دهانه در مرز ایالت مونتانا و آیداهو در کشور آمریکا واقع شده است و در حدود 60 کیلومتر قطر دارد. دهانه بیورهد حدود 600 میلیون سال پیش به وجود آمده و مثل دهانه کارا تقریباً تمام قسمت‌های آن فرسوده شده است، اما دانشمندان توانستند شواهد بصری از وجود این دهانه پیدا کنند. دهانه توکونوکا. دهانه توکونوکا در کوینزلند جنوب غربی در کشور استرالیا قرار دارد و به طور کامل در زیر زمین دفن شده است. این دهانه اولین بار در سال 1989 و از طریق داده‌های لرزه‌شناسی که برای اکتشاف نفت مورد استفاده قرار می‌گرفتند کشف شد. دهانه توکونوکا 55 کیلومتر قطر دارد و حدود 120 میلیون سال پیش به وجود آمده است. و حال بپردازیم به بزرگترین برخورد شهاب سنگ به کشورمان ایران. بزرگترین شهاب سنگی که تا به حال در کشور ما پیدا شده به شهاب سنگ ورامین شهرت دارد. این شهاب سنگ در سال 1259 شمسی به زمین برخورد کرد و اکنون بزرگترین تکه آن در کاخ گلستان نگهداری می شود. گفته شده که مکان اصلی سقوط آن در محلی به نام بوغین در غرب اشتهارد می باشد. این شهاب سنگ قبل از برخورد با نور شدیدی در آسمان دیده شد و در هنگام برخورد نیز صدای مهیبی ایجاد کرد. به همین خاطر چوپانهایی که در نزدیکی حضور داشتند بلافاصله خودشان را به محل سقوط رساندند و این شهاب سنگ را از عمق 2 متری زمین خارج کردند. پس از آن شهاب سنگ به دربار ناصرالدین شاه قاجار فرستاده می شود. تا کنون در کشور ما 299 شهاب سنگ کشف شده که از این نظر تا سال 2019 رتبه 9 را در بین تمام کشورهای جهان در اختیار دارد. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. در صورت داشتن نظر یا پیشنهادی خوشحال میشیم که در کامنت ها اون رو برای ما بنویسید. آرزو میکنیم همه لحظه هاتون سرشار باشه از موفقیت، شادکامی و سلامتی.